ولسوالی واخان بدخشان که نسبت بلندی زیاد از سطح بحر به بام دنیا مشهور است، با داشتن هوای معتدل در تابستان، مناظر طبیعی، موجودیت حیوانات اهلی و وحشی و دارا بودن چشمه ها و آبده های تاریخی، بعد از بند امیر بامیان پارک ملی دوم در کشور شناخته می شود. مسئولان محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگویند تدابیر امنیتی، تسهیلات لازم، زنده نگه داشتن حیات وحش و موجودیت چشمه های آب در ولسوالی های مرزی تورست های جهانی را جلب توجه کرده است. با باور مسئولان در یک ماه اخیر 41 گردشگر خارجی و هزاران گردشگر داخلی از ولسوالی های اشکاشم عبور به طرف پامیر رفتند. تا حال 41 نفر گردشگر ها که از جمله 9 نفر آن طبقه زن ها بود است از این مرز اشکاشم عبور کرده تا سرحدات واخان تا چقمقتین سرحدات پامیر اونجا رفتند و به سلامت برگشتن. گردشگران نیز امنیت ولسوالی های مرزی را پس از روی کار آمدن امارت اسلامی خوب توصیف میکنند و میگویند مناظر طبیعی و آب و هوای ولسوالی ها در جهان کم نظیر است و این ویژگی ها پای آنان را همه ساله به اینجا میکشاند. مدتی 3 روز میشه که چکر در ولایت بدخشان آمدیم دیگه، اما 3 روز طرف های واخان دیگه، آبشار وردوج دیگه، شهری زیبایش کاشم دیگه، چکرهای بسیار خوبی بود. آزادی بیخی امنیت است. این زیارت به نام حاجت مراد یاد می شود که گردشگران داخلی و خارجی به اینجا می آیند. باشندگان ولسوالی واخان می گویند در کنار منظره های طبیعی و هوای گوارا در این ولسوالی ها سیاحین داخلی و خارجی از این زیارت نیز دیدار می کنند. جای تفریحگاهی است که خارجی ها می آیند از منطقه ها و کشورها به اینجا سیر و سیاحت می کنند و تفریح می کنند و این یک آثار تاریخی است که از هفتپشت و بابا کلان های ما به همین جا همه یاد شده و مانده و ما میاییم از همین جا از یک چشمه اینجا قرار داره که از این چشمه از یه عذابی از استفاده میکنیم. ولسوالی واخان در فاصله 300 کیلومتری در شمال شرق شهر فیض آباد موقع دارد و با کشورهای تاجیکستان، پاکستان و چین نزدیک به 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. خرابی سرک فیض آباد واخان و فاصله زیاد واخان از فیض آباد از مشکلاتی است که گردشگران از آن شاکی‌اند.